سلام، درود میفرستم به شما هممیهنان عزیزم، به خصوص هموطنان غیورمون در میدان مبارزه، در کف خیابانهای شهرهای مختلف کشور که در طول این 71 روز آنچنان مقاومتی نشان دادید که درس شد برای همه دنیا. حتی در بحبوحه جام جهانی مردم از انقلاب ایران صحبت میکنند و اینها دستاوردهای بی‌نظیریه. هیچ کس فکر نمیکرد که ما مردم ایران، به خصوص شما، یعنی شما مردمی که در درون کشور هستید، این گونه یک سیستم مافیایی فاشیستی رو به ذلت بندازید. امروز یک روز بزرگ دیگه بود عزیزان، چهارم آذر ماه 1401، یعنی 71مین روز انقلاب ایران، یک روز به یاد ماندنی دیگر است. ببینید، ما در روز 70 که روز گذشته بود، یک پیروزی بزرگ به دست آورد، یعنی میتونم بگم بزرگترین پیروزی ما در همین روز 70، یعنی روز گذشته بود، تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. اول که تشکیل این جلسه اضطراری و بعد تصویب قطعنامه، یعنی دیگه ما از قطعنامه محکوم کردن رسیدیم به تصویب قطعنامه‌ای که توش یک کار اجرایی که واقعا بی سابقه است، برای ایران بی سابقه است، الان برای کل خیلی دیگه از کشورها هم بی سابقه است. قطعنامه تصویب شد که ایجاد یک کمیته در وهله اول محکوم کرد تمامی این جنایت‌های صورت گرفته توسط رژیم کودک‌کش خامنه‌ای رو، و در وهله دوم، یعنی قلب این قطعنامه این بود که یک کمیته بین المللی مستقل به زودی باید تشکیل بشه برای رسیدگی به این جنایات، و این دقیقا اون نقطه مهم این قطعنامه است. یعنی کاری که معمولا بعد از پیروزی انقلاب انجام میدن، یا ما باید این رو بعد از پیروزی انقلاب انجام میدادیم برای رسیدگی به این جنایات و افتادن دنبال کسانی که این جنایات رو مرتکب شدن و گرفتنشون، آوردنشون، نشوندنشون پای میز محاکمه. ما قبل از اینکه انقلابمون پیروز بشه این قطعنامه رو گرفتیم، تصویب شد و به زودی در چند روز آینده میریم پای اجرایی کردنش و تشکیل این کمیته بین المللی و رسیدگی به این جنایات. این مال دیروز بود که بسیار بسیار اقدام مهمی است. ولی امروز چه اتفاقی افتاد؟ یعنی در روز 71، دوستان ببینید، امروز تیم فوتبال بازی داشت، بازی رو هم برنده شد. تیم فوتبالی که خیلی حاشیه ها دوروبرش بود، قبل از رفتنش به جام جهانی عده‌ای بر این عقیده بودند که نباید به جام جهانی بره، عده‌ای بر این عقیده بودند که نه، بره اونجا، بالاخره اینها مردمی هستند، ممکنه در یک نقاطی، در یک زمانی یک کاری بکنند. همه منتظر بودند، عده‌ای شک داشتند که به اینا بگن تیم حکومتی، عده‌ای شک داشتند به اینا بگن تیم ملی. ولی امروز آن چه ما شاهدش بودیم، این تیم یک صدا با هم به سوی مردم ایران برگشتند و به اونها دهنکجی کردند و گفتند ما از شما نیستیم، ما یک تیم حکومتی هستیم، تیم این حکومت کودک کش هستیم. سرود جمهوری شیطانی رو همه با هم یک صدا خوندن و وقتی هم که گل زدن، درست در زمانی که مزدوران رژیم داشتن در بلوچستان، در زاهدان، در سراوان هموطنان ما رو میکشتن، اینها شادی کردند. آشکارا به همه دنیا گفتند ما از مردم ایران نیستیم، ما تیم
علی خامنه‌ای هستیم و این بی سابقه نیست عزیزان. شما ببینید اتفاقا یک کار بسیار دقیقی امروز بچه‌های تیم حافظه تاریخی انجام داده بودند. خیلی کار دقیقی بود. استفاده موسولینی و هیتلر و دیگر دیکتاتورها رو از فوتبال کنار هم گذاشته بودند، با امروز مقایسه کرده بودند که این دیکتاتورها در حالی که از فوتبال متنفر بودند ولی برای پابرجا کردن دیکتاتوری خودشون استفاده کردند از فوتبال و از بازیکنهای فوتبال. و امروز ما دیدیم این تیم خود فروخته اجازه داد، تمام قد چک سفید امضا داد به علی خامنه ای که از اونها به عنوان عروسکی و وسیله‌ای برای بقای رژیم خودش استفاده کنه، گرچه به زودی این رژیم به زیر کشیده میشه، ولی اینها این اجازه رو امروز دادند. مهمترین بخش این قصه اینجاست عزیزان. وقتی که اینها بردند، آن کسی که خوشحالی میکرد در خیابانهای ایران مردم نبودند، قاتلان مردم بودند. اون هم نه با لباس معمولی، با همون لباسهای قاتلی و خونی خودشون، با لباسهای یگان ویژه، با این لباسهای هیولایی گارد و با همین ببه کلاهها و این کلاهایی که فقط دو چشم و دهنش مشخصه. ببینید فیلم ها رو که امروز چه کسانی خوشحالی می کردند در خیابان های ایران از برد این تیم فوتبال. برگ ننگین سیاهی در کارنامه این فوتبال، اعضای تیم فوتبال ثبت شد و این یکی از ویژگی های عجیب این انقلاب. دوستان اینو فراموش نکنید، انقلاب ایران یکی از مدرن ترین انقلاب هاست و ویژگی های عجیب و غریبی داره. هیچ کس نمیتونه اون ماسکی رو که سالها روی صورتش داشته نگه داره، انقدر این خط مرز بین مردم و حکومت برجسته شده که دیگه نمیتونی قایم بشی زیر هیچ ماسکی. تمام کسانی که ادای مردمی بودن رو در طول این سالها در می آوردند امروز دیگه نمیتونن. اصلا جو به اون یه صورتی شده که امکانش براشون نیست. ما امروز میبینیم قهرمانان مردم کیا هستند در رشته فوتبال، عرض میکنم فقط اونهایی هستند که با مردم بودن. وریا قفوری، علی دایی، علی کریمی، کسانی که پای مردم وایستادن، گفتن فوتبال اولویت ما نیست، مردم اولویت ما هستند. فوتبال یک وسیله‌ای هست که ماها به هم نزدیک بشیم، ما برسیم به اون شاه بیت سعدی شیراز که میگه بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. واسه رسیدن به این شاه بیت، فوتبال یا هر ورزشی یا هر هنری یا هر چیز دیگری وسیله قرار میگیره. این اون نکته مهم امروز. و شما ببینید، من نمیخوام پیش بینی کنم دوستان، اگر این تیم در مقابل تیم ملی آمریکا ببره که شما خواهید دید همین اراذل و اوباش و قاتلان مردم دوباره به خیابون میان و شروع میکنن به نعره کشیدن، ولی اگر ببازه بعد شما شاهد حضور مردم در خیابانهای کشور خواهید. مردم دوست ندارن تیمشون ببازه، دوست دارن اونی که بر علیهشونه ببازه. به هر حال مردم به هیچ عنوان این تیم رو
از خودشون نه تنها نمیدونند بلکه بر علیه خودشون میدونند. موضوع بعدی قبل از اینکه این ویدیو رو تموم کنم عزیزان، اعتصاباته. اعتصابات بسیار 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 مهمه، روش دست میذاریم. قراره که از فردا کامیوندارهای غیور ما به اعتصابات بپیوندن. 5 آذره فراخوان دادند و ما خواهیم دید کامیوندارها اگر به اعتصابات بپیوندن و این اعتصابات رو سراسری کنن، یک امتیاز بسیار بسیار مثبت بزرگ برای انقلاب ما خواهد بود. کامیوندارها حمل و نقل قلب کشور هست، قلب مملکته. اگر این عزیزان همت کنند و یک پارچه دست به اعتصاب بزنند، برای حتی چند وقت، من نمیگم برای 3 ماه، برای 1 ماه دست به اعتصاب بزنند، خواهید دید که چه اثری بر این انقلاب خواهد داشت و چه سرعتی به پیروزی انقلاب خواهد بخشید. اعتصابات رو فراموش نکنیم. یادمون نره اولویتمون انقلابه. فقط باید در مورد انقلاب صحبت کنیم، تماس بگیریم با دوستانمون، کسانی که فعلا متقاعد نشدن نشدن، ولی با دوستانمون تماس بگیریم، صحبت کنیم، گروه ها رو تشکیل بدیم. گروه های محل محور رو مطمئن هستم تشکیل دادید، تشکیل بدید، برنامه ریزی کنید برای محله خودتون، برای شهر خودتون. عزیزان ما در انقلاب هستیم، همه چیز باید گرد انقلاب، حول محور انقلاب بچرخه تا زمان پیروزی. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. پیروز و موفق باشید.